فریدون سنرلی اغلو به تازگی هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان گماشته شده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که آقای سنرلی اغلو بر بنیاد قطعنامه 2679 شورای امنیت در این پست تعیین شده است و از وی خواسته شده است که ارزیابی های مستقل و توصیه های جامع و منسجم را درباره چالش های کانونی در برابر افغانستان ارائه کند. امروز دبیر کل فریدون سنرلی اغلو از ترکیه را طبق قطعنامه 2679 شورای امنیت به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین کرده است. دبیر کل از وی خواسته است که ارزیابی مستقل را برای رویکرد یک پارچه و منسجم و رسیدگی به چالش های فعلی در افغانستان رهبری کند. اما امارت اسلامی میگوید که باید گزارش ها درباره افغانستان بر بنیاد واقعیت های کشور ارائه شوند. هر کسی که میه واقعیت ها را مدی نظر بگیره، موقف ملل متحد سار مهم است. در تبال افغانستان مسئولیت ها داره، باید مسئولیت ها خود دفت بکنه تا همکار باشه با حکومت و مردم افغانستان. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل سیاسی تعیین نماینده های سازمان ملل را درباره گردآوری گزارش ها در بخش های گوناگون کشور مهم می دانند. اقدام نیک است و مردم افغانستان هم امیدوار هستند تا سازمان ملل متحد به حیث یک سازمان ملی از اوتوریته و حیثیت خود که در جهان دارد برای رفع مشکلات افغانستان اقدامات جدید روی دست بگیرند. دلتا دی احسان چاروی دی را مستقبل و پلارکی او پا این حال کی دوانسان دی حکومت سر در رسمت و باب کی دوی تروس پوری هر دول چی باید کار کرده وی بلگرو بلوتون در بانسان آران پخبر معمولیت کی پاتی را غلی. فریدون سنرلی اغلو در سال 2015 میلادی دیپلمات وزارت خارجه ترکیه بود و پس از آن در سالهای 2016 تا 2023 میلادی نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بوده است.